حسن روحانی تنها چند روز پیش از پایان دوره ریاست جمهوریش با به راه انداختن یک شو تبلیغاتی تعداد زیادی خبرنگار را مجروح و خانواده دو تن از آنها را داغدار کرد. حدود ساعت 6 عصر چهارشنبه دوم تیر 1400 23 ژوئن 2021 یک اتوبوس حامل 20 خبرنگار حوزه محیط زیست از تهران در حال حرکت به نقده در استان آذربایجان غربی بود که واژگون می شود و این دو خبرنگار جوان به نامهای ریحان یاسینی و مهشاد کریمی در دمجان می بازند. ریحان یاسینی برای خبرگزاری ایرنا کار می کرده و مهشاد کریمی برای خبرگزاری ایسنا. دوستان مهشاد کریمی می گویند مهشاد قرار بوده 3 روز دیگر ازدواج کند. ببینید صافه 3 روز دیگر عروسی شش هم عروسی شد. الان شوهرش تو راه داره میاد و نمیدونم بعد به این بچه جنازه بعد زنش رو تحویل بدیم به در مادرش تو راه دارم میاد. من نمیدونم یه اتوبوس گرفتم آقا مگه ما گفتیم ما میایم ارومیه؟ من خودم هفته قبل اومدم ارومیه واسه دریاچه گزارش نوشتم. من یک ریال از کس پولی گرفتم؟ خودم برای خودم برای وظیفه خودم انجام دادم. ستاد گفت بیاید، گفت بیاید، این همه پول خرج کرده ستاد. آقا این کلانتری یه اتوبوس بیاید حقیقی این خبرنگار این مملکت نبود که ما رو با یک بنز قرازه بفرستم اونم از صبح. خود آقای حاج مرادی میگه از صبح من میدیدم این فقط داره با دنده کار بکنه، ترمز نداره. بعد آخرش چیشه ما مریم هرکی میاد دادستان میاد میگه شما رو چون از این جاده پس برگردونده. ما موندیم، میخواستن ما رو بکشن کلن. بیان دیگه بیان ما کلن قصد کشتن شما رو داشتیم. الان دو تا بچه اینجا مردن. صد کانیسی که بسیاری از کارشناسان میگویند حسن روحانی که خود را محیط زیستی ترین دولت پس از انقلاب خوانده تیشه به ریشه محیط زیست زده و باعث تشدید بحران شده. حسن روحانی که به گفته خودش سوژه لعن و نفرین مردم شده میخواست پیش از پایان دوره ریاست جمهوریش با نشان دادن تونل نیمه کاره کانیسی به خبرنگاران اثبات کند چنین نیست. اما این سفر تبلیغاتی به قیمت جان دو خبرنگار تمام شد. خبرنگاران مصدوم از جزئیات حادثه میگویند. من در کنار معتز صادقی خبرنگار خبرگزاری تنظیم هستم. معتز چه اتفاقی افتاد؟ اول ما رفته بودیم از طرف ستاد احیا بازدید از سد کانیسی، تونل کانیسی. این تونل 36800 متریه که فقط 800 مترش مونده تمام بشه. بعد از تونل رفتیم بازدید کردیم، موقع برگشت سوار اتوبوس شدیم. من یادم همه خسته بودن خوابیده بودیم، یهویی ظاهرن ترمز اتوبوس بریده شده و من یادم همه میگفتن یا بنفس. بعد منم افتادم چون پشت اتوبوس بودیم، افتادیم پشت چیز اتوبوس و این اتوبوس که چپ کرده بود افتاد روی پای چپ من و یکی از همکاران خانم حالا نمیدونم کی بود، من میدیدم جسمش زیر اتوبوس بود، من پام بود ولی همه جسم اون زیر اتوبوس بود. امیدوارم سالم باشه و هیچ کسی در این فوتی نباشه. من در کنار آقای حسن زهری هستم، خبرنگار استیدان. آقای زهری چه اتفاقی افتاد و الان حال عمومیتون چطوره؟ حال عمومی خوبه ولی دندم شکسته و چند تا آسیب دیدم. نجات وفیه بودو بشونه؟ بفرین که اتوبوس از جاده خارج شد چپ کرد. سم اتوبوس خیلی هم بد بود، اتوبوس آشغالی بسن. سم اتوبوس فرودگاه که سوارش شدیم براش جوک ساختیم بسن. سم اتوبوس سالمی نبود، به راهی نبود. دارم چرا این اتوبوس برای خبرنگار گرفتم. خیلی حادثه بدی بود. دو تا خبرنگار جوان و بسیار دوست داشتنی و بسیار حرفه‌ای چونشون از دست دادن. حسن روحانی اصرار داشت که تونل کانیسی تا پیش از پایان دوره ریاست جمهوریش افتتاح شود. اما سپاه پاسداران که مجری طرح است به بهانه مشکلات فنی سرعت کار را کم کرده بود
تا تونل در دوره دولت بعد افتتاح شود. تشکر و افتتاح بسیار مهم سد کانی‌سیب. من می‌خواستم سوال کنم که این تونل حالا 36 یا 35.5 هر کدام که دقیق هست به ما بگید چقدر دیگه باقی مونده به اتمام برسه؟ تونل همونجور که فرمودید دقیقش 35.5 کیلومتر هست. ما در این تونل دو تا دستگاه حفار یا همون TBM داشتیم که از دو طرف، از طرف دریاچه و از طرف خشکی این کار را آغاز کردند. تونل دستگاه اولی 20 کیلومتر از طرف دریاچه حفاری کرده و الان خارج شده. دستگاه دیگر از این طرف اومده 1.5 کیلومتر دیگه باقی مونده آقای رئیس جمهور. در این 1.5 کیلومتر خب این گزارش چند هفته پیش شما هم 1.5 کیلومتر بود. بله عرض می‌کنم. در این 1.5 کیلومتر ما حدوداً 2 ماه در واقع در تله افتادیم. یعنی به یک آبرفتی خوردیم که تقریبا تا الان ما تونل توی کشور زیاد حفاری کردیم، تونل‌های بلند زیاد حفاری کردیم و غالبا اینها به این مشکلات برمی‌خوردن. اینجا این مشکل خیلی بیشتره و باری که روی در واقع دستگاه حفار هست دو برابر اون چیزی است که طراحی شده. این پانلی تشکیل دادیم، این پانل رو در اختیار قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا قرار دادیم چون پیمانکار هستن و دارن تمام تجربیات رو به کار میبرن. حسن روحانی اما با اعزام خبرنگاران میخواست به مردم بگوید که این پروژه دستاورد دولت او بوده، اما استفاده از اتوبوسی که نقص فنی داشته و نامناسب بودن مسیر باعث بروز فاجعه میشود. جواد حیدریان روزنامه‌نگار درباره حادثه پیش آمده نوشته این اتوبوس به گواه خبرنگاران محیط زیست که در حادثه مجروح شدند بدترین و بی‌کیفیت‌ترین اتوبوسی بوده که می‌توانستند در اختیار این تیم 21 نفره بگذارند. اینقدر این اتوبوس بی‌کیفیت بوده که بچه‌ها شوخی کردند نکند آوردند ما را بکشند. متأسفانه دو همکارمان را از دست دادیم. حیدریان افسوده ظاهراً بعد از خروج خبرنگاران از تونل سد کانی‌سیب سوار اتوبوس شدند و به اصرار مدیرانی که جلوتر منتظر آنها بودند راننده مجبور شده از راهی ناهموار و پرپیچ و خم با سرعت زیاد حرکت کند. بعد از دقایقی راننده با فریاد از بچه‌ها خواسته کمربندها را ببندند، اما خیلی دیر شده بوده. اتوبوس با سرعت بسیار بالا بعد از چندین تکان شدید بر پهلوی چپ افتاده و تقریبا اکثر بچه‌ها مجروح شدند. دو تن از همکاران به من گفتند که تنها شانسی که آوردند این که اتوبوس به ته دره سقوط نکرده، وگرنه همه کشته می شدند. این روزنامه نگار در ادامه نوشته انتقال آب سد کانی‌سیب با تونل به دریاچه کلن یه پروژه مسخره و ابلهانه است که جز منفعت در ساخت و ساز برای سازندگان و کشتن این بچه ها نفعی برای کشور نداره. کاربری در واکنش گفته آنچه من شنیدم این است که راننده با احتیاط رانندگی می کرده تا جایی که باعث اعتراض خبرنگارها شده. بر اساس خبر من سرعت زیاد راننده واقعیت ندارد. پس از حرکت راننده متوجه می شود ترمز ندارد و به منظور توقف با کوه برخورد می کند. جواد حیدریان پاسخ داده آنچه من نوشتم نقل قول مستقیم از بچه های توی اتوبوسه. اینکه از راننده خواستن تند بره هم حقیقته، چون دیر شده بوده و وقتی ماشینی ترمز می بره سرعتش خود به خود بالا میره و چپ و راست شدن تقلا برای نگه داشتن و برخورد هم اتفاق افتاده. روزنامه نگار دیگری به نام ترانه بنی یعقوب در توییتی در این باره نوشته یک بار هواپیمای داغون سوارمون میکنند، یک بار اتوبوس قرازه و فرسوده، چون سفرهای مطبوعاتی ارزونتر در بیاد. کی الان جوابگوی درد و رنج خانواده ی همکاران از دست رفتمون هست؟ واقعا چه کسی میتواند آن همه آرزوی از دست رفته را بازگرداند؟ دو ماه هست که ما تقریبا نتونستیم جلو بریم. از دو روز گذشته که این چاه رو زدیم و این آب رو میتونیم استخراج بکنیم الان به نرم 3.5 رسیدیم و اگر اینو بتونیم دو برابر بکنیم امیدوار هستیم که همون مطلبی که از تالی دیروز فرمودید در اوایل سال آینده آب رو به دریاچه
برسونیم. خیلی ممنون و متشکر از زحمات بسیار زیادی که کشیده شده. این سد برای ما بسیار مهمه، هم به دلایل آثاری که برای منطقه و محیط داره و نیازمندی ها رو مرتفع میکنه، و هم برای دریاچه ارومیه که یکی از وعده های اولیه دولت یازدهم بود به آذربایجان غربی و شرقی و کل منطقه شمال.